اینا باید بک تست بشه، یعنی من بتونم از استراتژیم قبل از استفاده یه ریپورت بگیرم، به دردم میخوره به دردم نمیخوره. بحث معاملات CFD هست و فیوچرز، خاطرتون هست اون موقع من در مورد فکر میکنم اته 500 یا 600 دلار بود، حالا اگر دوستی میتونه کمک بکنه دقیقش رو بگه، تو همین اوردر بود که من خدمتون عرض کردم که بچه اتر به نظر من شرایط خوبی داره و میتونه رشد داشته باشه. دلیلش هم 470 آقای حاجیان میفرمن 470 دلار بود، الان چقدر؟ امروز 1300 خورده ای بود، 20 بهمن فکر میکنم به تایم ما 1318 دلار. به 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 دوستان، این خیلی حس خوبی به من میده وقتی میبینم موک می نویسن 1318 دلار، یا مثلا حالا بله 1304 دلار، و این نشون میده که بچه ها درگیر بازارن. خیلی هم خوشحالم. این یه پیش بینی روش هست که تا 2600 تا میتونه بره، یه پیش بینی 20000 تا داره که من خودم اون پیش بینی رو خوندم ترسیدم، ولی با چیزهایی که میشنوم خیلی از دور از ذهن نیست. یه بازاری به نام CME وجود داره، من اینجا بنویسم، این بازار آتی شیکاگو هست. 2017 اومد روی بیت کوین معاملات آتی خودش رو اندازی کرد، نه اینکه فکر کنید اتر معاملات آتی نداره، تو بازارهای دیگه داره، ولی حالا دارن اینجا بهش میپردازن و این میتونه کمک بکنه به رشد فزاینده اتر، و امیدوارم که رو اون 470 80 500 600 700 800 خرید کرده باشیم که انشالله بتونید یه سود خوبی از این محل برای خودتون سیو کنید. خب تا اینجا ما کلی صحبت داشتیم روی حوزه های استراتژی و یه مقدار بیهیویر فایننس، و امیدوار هستم که بتونیم اینها رو خیلی خوب و عمیق بریم جلو. بحث بعدی شاخص های پیشرفته و عرض شود غیر تکنیکال برای پیشبینی ارزهای دیجیتاله. من میخوام روند قیمت رو بر اساس یکی این ابزارها ببینم. در نظر داشته باشیم که ما هیچ بازاری با یک شاخص نمیتونیم بریم جلو، و اگر کسی به من گفت من یه ابزار دارم با همون ابزار شما میتونید میلیاردر شید، یه مقداری زیادی بهش شک کنید. آشنایی با ربات‌های معامله‌گر و آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری که تو این حوزه دارن کار میکنن، شما میتونید کریپتوتون رو ببرید تو این صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مقدار کمی محدودی از مثلا سهم تسلا بخرید، ایکس اسپیس بخرید، عرض شود که اپل بخرید، یه سبد استاکی بخرید اگر براتون جذاب هست. به هر حال من میخوام فقط به عنوان یه ابزار به شما معرفی کنم و این مهارت هایی که شما تو این دوره یاد میگیرید. بدونیم هر چقدر ما جلوتر تو این بازار بریم این مسئله عمیق تر میشه. من مطمئن هستم دوستان، حالا تعدادی که حضور دارن شاید مثلا بیشتر تو مدل سرمایه گذاری به مسئله دارن نگاه میکنن، و خیلی هم درسته ها، من خودم هم سبدم، قسمت قابل توجهیش اینوستمنتیه، قسمتیش دیلی تریدریه، اما مطمئن هستم که این نسبته، حالا نسبت من با شما و هر کدوم از شما با هم دیگه فرق میکنه، ولی من مطمئنم توی بازه بلند مدت تر، یعنی سال دیگه این موقع، من میتونم قول بدم که قسمت عمده ای شما میبرین سمت دیلی تریدر بودن و مهارت هایی که مربوط به این حوزه است رو کامل یاد میگیرین. ابزارش ابزارش ساده ای، پیچیده نیست، فقط باید برین تو دلش یه مقدار باهاش بر بریم. سرفصل پیشرفته تحلیل و معامله گری شامل آشنایی با استراتژی های معاملاتی که امروز شروع میکنیم، شاخص های مؤثر و تاثیرگذار بر قیمت هست، شاخص های پیش بینی قیمت بیت کوین، سایر ارزهای دیجیتال، مالی رفتاری، روانشناسی معاملات، صندوق های سرمایه گذاری و ربات های معامله گر، و روش های سرمایه گذاری معامله گر در کریپتوکارنسی، و اینها به ما کمک میکنه که توی حوزه پیشرفته تحلیل و معامله گری به یک سطح قابل قبولی برسیم. تمرکز بیشتر دوره بر روی فصل 3 4 2 3 4 هست. فصل اول، پنجم و ششم به عنوان فصل های کمکی دارن میان این محتوا رو هم کمک میکنن که از نظر علمی قابل قبولتر براتون باشه، جا بیفته مسئله، به اضافه اینکه به قول معروف کمک بکنه که نسبت به بازار دید خوبی پیدا بکنید. ما در دوره قبل همونطور که دوستان اشاره کردن، صفحه 0 تا 100 ارزهای دیجیتال
یه زنجیره بلوک که اومدیم گفتیم فایدهش چیه، کاربرداش چیه. امروز اتفاقا یه خبر میخوندم، هند هم سی بی دی سی شو راه اندازی کرد. خاطرتون هست دیگه سی بی دی سی چی بود دیگه؟ بله بسیار هم عالی. CBDC بحث ارز دیجیتال ملی بود، سنترال بانک دیجیتال کارنسی. ترکیه که امسال راه اندازی میکنه، هندوستان هم که خبرش رسیدم راه اندازی کرده، چین هم چند وقت پیش داشت آزمایشی کار میکرد توی یکی از استانهاش، حتی مردم پرداخت های پمپ بنزینشون هم بر اساس دیجیتال کارنسی پرداخت میکردن. بحث بعدیمون در خصوص اصول اولیه رمزارزها بود. با عملا تعداد زیادی از مفاهیم آشنا شدیم، کلی اطلاعات گرفتیم، همونطور که اشاره کردن رد والها رو تونستیم بزنیم. ثروتمندان ارزهای دیجیتال بود، حالا فارغ از اون جذابیتی که داشت، یه دیدی هم زدیم به این کیف پولاشون، سبد سرمایه گذاریشون رو دیدیم، مخصوصا رو توکن که بازدهی چند هزار برابری داره که ما تو قسمت ICO باهاش مواجه شدیم، دیدیم که چقدر جواب میده به عنوان این نقطه سرمایه گذاری. خرید و فروش رمزارزها در اکسچنج ایرانی و خارجی رو با هم دیدیم. آها این یه این برام چند روز پیش اتفاق افتاد، هی داشتم میگفتم حتما سر کلاس شما بگم. یکی از دوستان، حالا فکر میکنم از دوستان دوره قبل بود یا دوره‌ای که من با یونسکو برگزار کرده بودم، برای من پیام زد من میخوام یه مقداری، حالا کمم نبود تعدادش، بیت بخرم از نوبی تکس. الان نمیتونه تامین کنه برام، یعنی نمیتونست رو تابلوه بخره و برام جالب بود که حالا به هر حال این اتفاق میفته. شما شک نکنید زمانی که بازار از بازارهای یعنی اقتصاد دچار مشکل شه، بازارهای مالی که بر پایه تولید هستن به متأثر از اون دچار رکود بشن، پول میره سمت چی؟ بازاری که بتونه ارزش خودش رو حفظ کنه و یه چیزی هم بهش اضافه کنه، از جمله کریپتوکارنسی. حالا اون بر یه سری آدم نشستن و خب ماین میکنن، عرضه میکنن، طوری که هر چی که ماین شد طی فاصله که پیپال مجوز خرید بیت داده بود، حتی بیشتر از اون از بازار جمع شد. دیروز هم خبر اینو من توی اینستاگرام هم زدم که مدیر عامل ویزا کارت داره میگه که ما داریم روی این بررسی میکنیم که خرید و فروش کریپتوکارنسی به صورت خاص بیت کوین رو اضافه کنیم. پس اگر یه همچین چیزی هم رو ویزا کارت اتفاق بیفته، یه رالی جدیدی بیت کوین خواهد داشت. پس این تا اینجا دو تا پوینت مثبت تو گوشه ذهنمون بنویسیم که نسبت به سرمایه‌گذاری تو بیت کوین یه مقدار منطقی تر بریم جلو. اصلا گفته میشه در سقف‌ها و کف‌ها. ببخشید خانم بشیرزاده، من متوجه نمیشه. البته این مشکل ادبی کانکت که فارسی نمیشه زد، و حالا اگر نکته‌ای هست من میتونم میکروفون شما رو باز کنم. این جا میتونید رایز هند رو بزنید، من میکروفون رو باز کنم اگر نکته خاصی میخواین اضافه کنید. خب ثروتمندا رو دیدیم، کیف پولاشون رو دیدیم، یه ترکیبی رو برای خودمون در نظر گرفتیم، خرید و فروش تو استیبل کوین وچر دیدیم که راه حل زمانی که من نتونم بیت با ریال راحت تو ایران بخرم یا برام اختلافش نصرفه که حواله بزنم صرافی خارجی فارغ از تمام محدودیت هایی که برای ایرانی ها وجود داره، خرید با استیبل کوین و وچر هست و میرفتیم تو صرافی اون لیست بیست اکسچنج ارزون ترین رو پیدا میکردیم از اونجا میخریدیم. این دقیقا همون آربیتراژه بود که با هم صحبت کردیم، که من از اون بازاره بخرم بیارم تو به قیمت بیشتر بفروشم. این یه مهارته، این یه تکنیکه، مفت چنگ کسی که بتونه اینجوری بخره گین بکنه. واقعا نکته مهمی بود و خیلی برام جذاب بود این اتفاق افتاده و خوشحالم که سر کلاس شما این مسئله بازگو شد. روش های کسب درآمد با ارزهای دیجیتال دیدیم، همه چیز در مورد ICO رو با هم دیدیم، انواعش رو دیدیم و صحبت کردیم که میتونه روی اصلا به عنوان یه سری آدم ایدراپ هانتر هم، یه سری رو ICO خیلی خوب دارن کار میکنن، میشه از تو اینها هم گین گرفت. و کیف پول ارزهای دیجیتال رو با هم دیدیم، کیف پول سخت افزاری بود، کیف پول نرم افزاری بود و یه کیف پول کاغذی هم درست کردیم که از همه ارزون تر بود و امنیت بالاتری داشت که میتونید ازش بهره مند شید. کلاهبردارا رو هم گفتیم که از چه روش های استفاده میکنن که سر ما کلاه بذارن. خب ما یه
تقریبا نصف کلاس رو به این گذروندیم که یه توضیحی دادیم در مورد مسیر حرکتیمون، و انشالله نصفه بعد یه کلاس میپردازیم به موضوع مربوط به این سرفصل، هرچند که مطالبی که عرضه شد خدمتون در ارتباط با همین دوره هم هست. فصل اول آشنایی با استراتژی های معاملاتی. من توی این فصل اول میخوام چی بگم؟ آشنایی کلی با روش های تحلیل، انواع استراتژی های معاملاتی، تکنیک تقاطع طلایی و مرگ، اشتباهات رایج سرمایه گذاران و معامله گران، استفاده از تحلیل تحلیلگران برتر. دوستانی که تو جلسه گذشته من بودن در مورد این معادله ذهنیتی دارن و من فقط میخوام از عزیزانی که در جلسه پیش در دوره قبلی یعنی 0 تا 100 حضور نداشتن یک دقیقه به این فکر کنن که این معادله 5 به اضافه 3 به اضافه 4 به اضافه 4 مساوی 16 یعنی چی، و بعد من پاسخو میدم که خیلی زمانمون روی این موضوع نذاریم. الان 7:49 تا 7:50 یک دقیقه فکر بکنیم. بله میفهمم که شبیه چیز هست. خب تایمر 7:50 شد به ساعت لپتاپ من. ببینید این شکل شاید شما توی فیلم وست وورد دیده باشین، همون بحث هزار تویی بود که دنبال در ورودی و برگشت به زمان میگشتن و میخواستن زمان رو برگردونن. فیلم قشنگیه و سریال، البته سریال قشنگی، نمیدونم اگر دوستان دیدن. حالا یه مقداری چیز داره کانسپچوالی بحثش، اما من این شکل گرفتم و به این اشاره کنم. این 5 یعنی 5 سال دبستان، 3 یعنی 3 سال راهنمایی، 4 یعنی